سلام به همه رفقای آنتی ولایت خودم، وقت همگی بخیر. این روزا سیدعلی و کوسه و کل جماعت زهرمانیشون حب فتنه انداختن بالا و تو کابوس قیام 88 هی دست و پا میزنن. مثلا سیدعلی این یارو امامی کاشانی مجسمه بلاحت و فرستاد تو جمعه بازار تا ناله های شبانه آقاش از فتنه رو اینجوری رله کنه. سال 88 یک لجاجتی در داخل شد، یک جهالتی در داخل شد، این لجاجت پشتش ایستاد استکبار. و عجیب است که استکبار چنون طمع کرد، دنیای غرب چنون امیدوار شد که پشت این صحنه سفارایی کرد. و با کمال تأسف آنان که بساط رو در داخل بپا کرده بودند، به جای اینکه متنبه بشن به غلط و اشتباه خود ادامه دادن. این یک حرکتی بود برخلاف اصول و نظام اسلام که این رو میبینیم دنیای غرب سردمدارش بود و استکبار. ما فکر کردیم این عاشق دایناسورم مثل بری فریش تو کار منقله. نگو حاجی اهل اکسه، توهم رو ملاحظه کردی؟ داخل و خارج و لجاجت و جهالت و ولایت و دوخت به هم. تازه اینکه چیزی نیست، الان همه اینا رو سرجم کوچ میزنه به جهان مسیحیت. ببینید. ما الان دنیای اسلام گرفتاره و جهان مسیحیت بیاد این حکمت رو از جمهوری اسلامی گوش بده. نظام جمهوری اسلامی چراغیست، الان داره میگه کار اینه. و ما در دنیای امروز اخیراً هم در همه جا همه شرایطی که میبینیم، از روزی که جمهوری اسلامی شد میبینیم چگونه دشمن داره برنامه ریزی میکنه. ظاهراً کار سیدعلی از مدیریت جهان و مرجعیت شیعیان خارجی کشور به حکمت آموزی به جهان مسیحیت کشیده. آخه کل قند، چرا گیج میزنی؟ خب بگو بابا، نظام از بالا تا پایین جر و واجر شده، سیدعلی هم از ترس تکرار قیام داره مثل بید میلرزه. همین، بیا شربت مداری هم به سبک خودش همین پیچتاب ولایت رو قلمی کرده. فتنه پیچیده 1388 قرار بود ایران را فلج کند. در همآمیزی منافقین قدیم و جدید از طیف‌های مختلف، کار دامنداری بود که قریب به 20 سال زمان برد. اینکه کشور به مدت 8 ماه در تب و تاب فرو رفت، به پیچیدگی بالای سم جدید باز می‌گشت. حالا کجاشو دیدی؟ این پیچیدگی تا پیچیدن تومار ولایت ادامه داره. راستی از سیدعلی چه خبر؟ یه مدت سایلنته. رهبر معظم انقلاب دامزلو کاملا رصد میکنن و مدیریت میکنن و نظارت میکنن. دولت محترم هم نماینده این فکر و این اساسه و با این تفکر داره کار پیش میره. داره رصد میکنه؟ چیو رصد میکنه؟ درز و دورز عباشو رصد میکنه یا پریشونی عمامشو؟ راستی قضیه چیه که این نوچه های عظما اینجوری به دست و پا افتادن و هک قربون صدقه ولی فقیهشون میرن؟ شربت مداری هم تو همین مایه ها یه بری زده. این نوشته ناتمام میماند اگر به نقش مخلصانه و حکیمانه ولی امر مسلمین
در مهار هجوم سنگین جبهه استکبار اشاره نشود. نمیتوانیم منکر توانایی ها و تیزهوشی آیت الله خامنه ای شویم. حضور حداقل 40 ساله در سطوح بالای سیاست ایران او را به رهبری سیاسی با اشرافی قابل قبول در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی تبدیل کرده است. یک سال پس از فروکش کردن شعله‌های فتنه، فرید زکریا تحلیلگر ارشد تایم و سی ان ان نوشت آیت الله خامنه ای محبوب‌ترین چهره در میان مردم ایران است. بابا الان خر آقای موشکاف هم میفهمه که منظور از این بادم جون دور قاب چیدن ها تخمالی تلسم شکسته ولایته. در رابطه با محبوب ترین چهره در میان مردم هم فکر کنم همین یه صحنه از میزان محبوبیت سیدعلی کافی باشه. موسی جان نشون بده ببینن بچه ها محبوبیت سیدعلی رو. Oh,